Bismillahir Rahmanir Rahim. Bin in the homo, Shenevenda Hoye, Nehoyat Geromi, Salamo, Drut Barshomo. In Barnomaro, Bakshe Siosi, Boniode, Maulana, Jalaluddin, Mohammed Balkhi, as London, Khidmate Shomo Azizan, Pesh Kashmi Novoyat. Mauzoye Basse, Barnome Imruzi Emo, in Shaobe Ahirike. در جمعیت اسلامی افغانستان رخ داده مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. جمعیت اسلامی افغانستان یا نهضت اسلامی در سال 1336 هجری شمسی با ابتکار تعدادی از اساتید دانشکده شرعیات دانشگاه کابل با رهبری استاد غلام محمد نیازی تأسیس شد. بعد از چند سال فعالیت و در پی استعفای استاد غلام محمد نیازی از رهبری نهضت، استاد برهان الدین ربانی رهبری آن را با نام جمعیت اسلامی افغانستان در سال 1351 خورشیدی به دوش گرفت. این حزب در سال 1354 خورشیدی علیه حکومت چپگرای محمد داوود خان با دل ناخواسته و به شکل تحمیلی دست به قیام زد، ولی نسبت ناهماهنگی کامل قیام به ناکامی انجامید. جمعیت اسلامی افغانستان در دوران جهاد یکی از محوری ترین احزاب مخالف حکومت چپگرای طرفدار مسکو در افغانستان بود. این حزب معروف ترین فرماندهان مجاهدین را در دوران جهاد علیه شوروی مثل شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور، امیر محمد اسماعیل خان، استاد ذبیح الله شهید، ملا نقیب الله آخوندزاده، دکتر فضل الله مجددی، قاضی محمد اسماعیل طارق، آریانپور، نجم الدین واسق، استاد عبدالحی حقجو و ده‌ها فرمانده مشهور دیگری را با خود داشت. جمعیت اسلامی افغانستان پس از سقوط حکومت دکتر نجیب الله در سال 1371 خورشیدی در رأس قدرت قرار گرفت و استاد برهان الدین ربانی رهبر این حزب در مقام ریاست جمهوری کشور تکیه زد و تا روی کار آمدن نظام جمهوری جدید همچنان رئیس جمهور رسمی افغانستان بود. جمعیت اسلامی افغانستان در دو انتخابات قبلی نقش کلیدی داشت که دکتر عبدالله دو بار با نمایندگی از همین حزب نصف سهم را در کابینه های قبلی و فعلی بر دست آورد و با رئیس جمهور شریک در کابینه گردید و حالا این حزب دست خوش انشعاب گردیده و آینده تاریکی در مسیر راهش دیده می شود. این موضوع را با مهمانان گرامی زیل، جناب دکتر خلیل هدف، جناب عبدالشهید ساقب، جناب محمد اکرام اندیشمند و جناب عبدالحی خراسانی به بحث و بررسی می گیریم. این را باید اضافه کنم که جناب دکتر خلیل هدف در بحث کنونی با نمایندگی از جمعیت اسلامی با محوریت صلاح الدین ربانی صحبت می نمایند. جناب عبدالشهید ساقب در بحث کنونی با نمایندگی از جمعیت اسلامی با محوریت استاد عطا محمد نور صحبت می نمایند. و جناب محمد اکرام اندیشمند و جناب عبدالحی خراسانی با عنوان تحلیلگران مستقل در بحث حضور دارند. مهمانان نهایت گرامی به برنامه خوش آمدید. قبل از آن که سوال اول را مطرح نمایم، از شما خواهش می نمایم که برای پاسخدهی به هر سوال ظرف 4 دقیقه‌ای زمان را در نظر داشته باشید. سوال اول را اجازه دهید که از جناب عبدالشهید ساقب بپرسم.
چرا نشست به اصطلاح شما کنگره را بدون اتفاق آرا و در عدم حضور صلاح الدین ربانی و تعداد زیاد دیگری از اعضای شورای رهبری برگزار نمودید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول عرض سلام دارم خدمت شما مسئولان بخش سیاسی بنیاد مولانا و همچنان خدمت جناب اندیشمند صاحب، دکتر صاحب هدف و همچنان جناب خراسانی صاحب و بیننده هایی که ما را از دنیای مجازی تعقیب میکنند. بحثی اصلی است که پس از شهادت پیر خرد سرپرست جمعیت اسلامی افغانستان تعیین شد. در اونجا وقتی که به حیث سرپرست جمعیت اسلامی افغانستان تعیین میشه، یکی از توافقاتی که میان اعضای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان صورت میگیره و به صورت کتبی اسنادش فعلا وجود داره، این است که تا 2 ماه آینده را باید آقای صلاح الدین ربانی زمینه برگزاری کنگره حزب جمعیت اسلامی را فراهم بکنند. در طول اینقدر سالها چندین بار بحث کنگره برگزاری کنگره جمعیت اسلامی افغانستان مطرح میشه، حتی باری هم گپ به جایی میرسه که وقتش تعیین میکنن، مکان برگزاریش تعیین میکنن، مشکل تراشی های صورت میگیره، بالاخره کنگره جمعیت اسلامی افغانستان برگزار نمیشه. آخرین موردی هم که چی شد، حال آمدن کنگره جمعیت اسلامی افغانستان را برگزار کردن، دلیلش این بود که در فقدان برگزاری کنگره و دیدگاه های اعضای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان واحد نبود، یک پارچه نبود و حزب دقیقا امو مشروعیت دموکراتیکی را که باید میداشت رهبری حزب ای را نداشت. من موافقی از این استم که مثلا با اتفاق آرا گفتین در هیچ سازمان تقریبا اتفاق آرا به وجود نمیاد، شکل نمیگیره، اما کنگره جمعیت اسلامی افغانستان به تصویب اکثریت مطلق اعضای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان برگزار شده و از نشست بود، یعنی نشست با اکثریت آرا صورت نگرفته بود. با اکثریت آرا اتفاقا صورت گرفته، این تصویب اعضای شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان بود که 48 عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان از 60 چند عضوش دقیقا برای برگزاری کنگره رأی مثبت دادن، تلاش کردن، اشتراک کردن و در یک فرایند دموکراتیک ایره برگزار کردن.